دیگه دو بنداشون آبی هستین. عرفان الهی کوچه علی ترکابون مازندران هست در مقابل در مسابقات آسیایی بله تابلو از کمیته فنی رو یه لحظه مشاهده فرمودی دستخواهی میکنیم. آقای محسن کاوه، آقای پژمان درستکار و آقای احسان امینی در جایگاه کمیته فنی قرار گرفتن. در مراسم آقای جلیلیان مبارزه رو قضاوت میکنه. چهارمین مبارزه، سه مبارزه برگزار شده، دو پیروزی تیم زوبامول، یک پیروزی تیم سند عرس و این کشی چهارم هست. عرفان الهی قهرمان جوانان جهان در روسیه تا تابستان برگزار شد بعد از المپیک و ملی پوش کشورمون در مسابقات اسلو نروژ بود و در مقابل حسینی قهرمان آسیا و با باند قرمز مبارزه میکنه. ببینید که چه خواهند کرد. دو کشتیگی روی دستان هم دیگه کار میکنن توی یکی بدون شرایط برای فرون خودشون مهیا کنن. فعلا 0-0 برابر هست، 0-0 برابر. سعی میکنه که شرط برای اون خودش مایه کنه. یک بار دیگه در تلاش هست که بتونه زیرگیری خودش رو به اجرا بذاره. ناموفق امیر حسین حسینی که نقره گرفت در 20-20 هندوستان در آسیایی و قهرمان آسیا در مقابل قهرمان جوانان جهان در عرفان الهی در مسابقات اسلو نتونست برای سکو بره و نتیجه بگیره. ببینیم که چه خواهد کرد. آقای جلیلیان داور خوزستانی تغذیه اختار میکنه، مورد موافق قرار میگیره برای حسینی. عرفان الهی حملاتی بیشتر بود، خوب زیر میگیره، زیرگیریش یه جوری به سبک علیزاده دبیر هست و خوب به پا میرسه. در مسابقات اسلو مدال نگرفت، کم تجربه بود اما خوب کشتی گرفت. لازم به ادامه کار. قهرمان جوانان جهان شده در مقابل نایب قهرمان آسیا. همه کشتی تیم کشتیگران همه عنواندار هستن. کشتی بعد در بعد از 70 تا 74 تا بیژیوف نفر سوم دنیا با مصطفی حسین خانی کشتی خواهن گرفت که اون کشتی هم یه کشتی بر سر بغل، یه سر بغل اجرا میکنه، خاک میکنه ما موفق بشه دو امتیاز بگیر از حریف خودش. به دنبال برانداز هست و میکنه برانداز به اجرا بذاره. میشه روسی نش به دنبال جفن برانداز و درمایی سگک صدر برانداز به دست بیاره. 3-0 عرفان علی پیش هست. عرفان الهی به دنبال برانداز. آجلیان فرصت کامل رو میده. حالا کتف خطا کشید که تو دقت کنه، باید دقت کنه باشی گیران امتیاز بر قیمت رو نماد بگیرن دقت زیاد داشته. این هم آقای آقای میرمادیان چه فشار روانی رو متحمل میشن. تا این لحظه 2-1 هست تیم زوبامول، 2-1 هست تیم داروسازی سند عرز پیش هست. مدیر عامل تیم زوبامول آقای بابک بهمنی که تیمشون در فرنگم قهرمان شده قراسی اکادمی درست کنم اونا باشگاه بدن و کار آموزش رو هم انجام بدن. اونجوری داروسازی سند آقای ساجد برازنده که تیم داروسازی سند هم قرار است یه باشگاه با نام آکادمی کشتی ما احداث کنن و بعد از اون دیگه کار سازندگی رو به اجرا بذارن. این خیلی مهمه. اگر باشگاه های ما که در تیم ها در تیم داری میکنن در لیگ نیمی از این عزیزان باشگاه داشته باشن و خودشون مربی داشته باشن و مقادیر سنی نوجوانان و جوانان بزرگسالان کار کنن بسیار ارزشمنده. مشاهده میفرمایید که آقای میرمادیان کامل
آقای علیرضا رضایی و آقای میرمادیان و دیگر مربیانی که به متفاوت میان برای تو شک، آقای آقا جانی و زاره و مسلمی و عظیمی از تیم زوم آمول و آقای طلایی و پیروز و براتی و دودانگه و تویش کفایی و شرام و میدم از تیم سنده عرص کشیران خودشون راه نمایی میکنن رو یک بار حسینی از همونجا سعی داری که یه زیرگیری از عرفان الهی کمرگیری میکنه از همونجا و سعی میکنی که حالا حریف رو خاک کنه در این مایه و مایه لنگو گرفت و بالاخره خاک میکنه عرفان الهی با سه ماجد و سرسختی موفق میشه خاک کنه. اگر امتیاز نگیری امتیاز مثبت چون 3-0 میشه، این برای در حالت 5-5 خیلی هم مهم است. حالا حسینی با حداقل یک امتیاز بگیره که امتیازشون 3 امتیازشون 3-1 بشه، امتیاز مثبت ها رو خدمتتون عرض میکنم. کشتیگیری که در تیم به تیم ضربه میکنه 5 امتیاز مثبت میگیره، با امتیاز عالی برنده میشه، 4 امتیاز برای زیر اقدام میکنه، یه زیرگیری میده اون امتیاز رو بگیره. عرفان الهی هم مسئله رو میدونه، سعی میکنه با چاشین سعی بغل خاک کنه، رفته رفته میدونه که اینجا خاک مونه، دو امتیاز میگیره. بله میره برای برانداز، به دنبال برانداز، اسد رو برانداز برانداز به اجرا بذاره، کلید برانداز سعی دست بیاره، بعد دنبال کلید برانداز از سمت چپ برا سعی داره که کلید برانداز به اجرا بذاره، به دنبال کلید برانداز فشار پار ستون کرده، پای مخالف میکشه رو سینه‌اش، سمت چپ براست، به دنبال برانداز میکشه روزن، یه لحظه میتونه که برانداز به اجرا بذاره. آقای جلیلیان فرصت کامل رو به درستی میده. خیلی داوران ما سری سرپا میدن، فن تو دستش بود، باید این فرصت رو میداد که به درستی آقای جلیلیان داور جوان خوزستانی اینجا داوری خودش نشون میده. اگه نه تماشاگر هم وقتی خاک کنه میدونه دو امتیاز داره، پول بره میدونه از بالا چهار تا تو خاک دو امتیاز، اینا همه میدونن. ما نکات ریز تو خط فنون خطا توی جایی که باید چم زمان سود بزنه داور کنارای دوشک، اونجا است که داوری عیارش معلوم میشه. داوران قضاوت هم بسیار خوب بوده تا این لحظه. با هم کشی همه حساس و نفسگیر برای زیر اقدام میکنه حسینی، یه زیرگیر از حسینی سعی میکنه که از همونجا سعی میکنه که حریف به خاک کنه، دو امتیاز برای بینه برای چطرقرد، در مایی چطرقرد سعی داره که به پول بزنه، دو امتیاز میگیره از حریف خودش و کشی حالا 7-4 میشه، 7-4 به دنبال یک بار دیگه مایی چطرقرد رو در اختیار حریف هم سعی میکنه کندور رو بالا بیاره. دو کاشگیر هم میپیچن، خاک میکنه حریف خودشو، 37 ثانیه وقت باقی مونده، عرفان الهی مقدار خسته شده، حالا میره برای فیتری پیچ، حسینی هم خسته شده، کار کردم از ابتدای کار کشتی گرفتم، آجلیان میگه کار کنین و اینجا کشتی رو سرپا میده، چون فنی در دستش نبود زودتر سرپا داد و درست هم هست. 25 ثانیه سه امتیاز عقب از حسینی، در این فاصله که بونم میشن خدمتتون عرض کنم کشتی که ضربه فنی میکنه 5 امتیاز مثبت، امتیاز عالی 4 امتیاز مثبت، امتیازی ببره 3 امتیاز مثبت، کشتی که با امتیاز ببازه حداقل یک امتیاز بگیره یک امتیاز مثبت میگیره. الان اینا امتیاز مثبتشون برای تیمیشون اگر 5-5 برابر بشن 3-1 میشه، زمین که 7-4 برنده است تا این لحظه. برای زیرگیری اقدام میکنه حسینی در 5 ثانیه به پایان، میره برای زیرگیری، عرفان رئیس کارو نمیده، در این لحظه وقت به اتمام میرسه و یه پیروزی کسب میکنن 7-4 برنده میشه و اینا 1-3 میشن. یک تیم سنده عرص